کمپانی نفتی فرانسوی تهیه سوخت برای جنگنده های روسیه را تکذیب کرد وزیر راه و ترابری فرانسه خواستار روشن شدن اتهامات علیه کمپانی نفتی توتال انرژی شده که طی گزارشی در روزنامه لوموند متهم شده از محصولات شرکت تحت مالکیت آن برای تهیه سوخت جتهای جنگنده روسیه بر فراز اوکراین استفاده شده است چین بزرگترین قدرت موشکی جهان است به نقل از واشنگتن تایمز یک دانشگاه وابسته به نیروی دریایی آمریکا در گزارش اعلام کرده ارتش چین در حال توسعه گسترده, گسترده موشک‌های اتمی و متعارف است و رشد این فرایند بسیار زیاد و خیره کننده می باشد. این گزارش را مؤسسه مطالعات هوافضای چین وابسته به نیروی دریایی چین منتشر کرده در این گزارش آمده نیروی موشکی ارتش آزادی بخش جمهوری خلق چین هم از نظر پیچیدگی موشک‌ها و هم از نظر اندازه زرادخانه در حال گسترش می باشد. رشد و پارت گرها بر پایه تعداد روزافزون تیپ های نیروی موشکی چین بسیار سریع است. بنابر این گزارش از سال 1980 تا 2000 چهار تیپ موشکی جدید از جمله سه تیپ مسلح به آخرین و بروزترین تسلیحات به ارتش چین اضافه شد اما از سال 2000 به بعد گسترش صنعت موشکی چین سریعتر شد و بین سال 2000 تا 2010 یازده تیپ موشکی جدید مجهز به جدیدترین تسلیحات از جمله موشکهای بالستیک ضد کشتی دانگ فنگ 21، موشکهای قاره پیمای دانگ فنگ 31 و موشکهای کروز به ارتش چین اضافه شد هر تیپ موشکی بین 4000 تا 6000 نیرو دارد. سرعت رشد موشکی چین بین سالهای 2010 تا 2020 همچنان به شکل چشمگیری افزایش یافت. در این دوره 13 تیپ موشکی جدید به چین اضافه شد. همراه با تولید موشک های بالستیک دوربرد و قاره پیمای دانگفنگ 41 موشک های میان دوگانه اتمی دانگفنگ 26 و, و همچنین استقرار نخستین موشک موافق صوت جهان یعنی دانگفنگ 17 آنگونه که در این گزارش آمده به طرز باور نکردنی بین سالهای 2017 تا اواخر سال 2019 دستکم کم ده تیپ موشکی جدید به ارتش چین اضافه شد در این دوره یگان های موشکی ارتش چین از 29 تیپ به 39 تیپ افزایش پیدا کردند یعنی بیش از 33 درصد افزایش حجم و بزرگی آن هم تنها در ظرف سه سال این گزارش با بیان این که طی سالهای اخیر یگان موشکی چین از یک نیروی کوچک و ساده متشکل از موشکهای بالستیک کوتاه برد به یک نیروی فضاینده بزرگ و مدرن با طیف گسترده از موشکهای اتمی و متعارف تبدیل شده است افزود قدرت موشکی متعارف چین بیش از 2200 موشک کروز و بالستیک تخمین زده می شود که بزرگترین قدرت موشکی در جهان محسوب می شود. سومین روز درگیری ها میان ارتش آمریکا و شبه نظامیان در سوریه ارتش آمریکا روز پنجشنبه به چند هدف در شهر میادین واقع در قسمت‌های تحت کنترل دولت سوریه در استان دیروزور حمله کرد. پس از مقامات پنتاگون، رئیس جمهور آمریکا هم مدعی شد حملات نظامی اخیر این کشور در سوریه نیروهای طرفدار ایران را هدف قرار داده است. به گزارش الجزیره، جو بایدن رئیس جمهور آمریکا در بیانیه حمله نظامی اخیر این کشور به سوریه را به اطلاع مجلس نمایندگان و مجلس سنا رساند. او در این بیانیه آورده است در 23 این ماه دستور حمله به تأسیساتی در شرق سوریه را صادر کردم که توسط گروه های وابسته به ایران مورد استفاده قرار میگیرد او مدعی شد این حملات با هدف دفاع از امنیت نیروهای ما و تضعیف و مختل کردن سلسله حملات علیه منافع آمریکا انجام شد ایالات متحده این اقدام لازم را مطابق با قوانین بینالمللی و اصل حق دفاع از خود انجام داده است جو بایدن گفت ما آماده هستیم تا در صورت لزوم اقدامات بیشتری را برای مقابله با تهدیدات یا حملات بیشتر انجام دهیم ارتش آمریکا با امداد چهارشنبه اعلام کرده طی عملیاتی در شرق سوریه حملاتی هوایی را علیه شبه مستقر در آنجا انجام داده است پنتاگون مدعی شده بود که حملات علیه نیروهای وابسته به ایران انجام شده است دعوای آمریکا و روسیه در لبنان بالا گرفت. رسانه های لبنانی خبر دادند که روابط متشنج روسیه و آمریکا به سفارت این دو کشور در بیروت کشیده شده و به تنش لفظی میانه دو طرف انجامیده است. در اقدامی کم سابقه سفارت روسیه در بیروت به پیام توییتری سفارت آمریکا در خصوص روز ملی اوکراین واکنش نشان داده است. بنابر این گزارش سفارت آمریکا در بیروت روز گذشته در حساب کاربری خود در شبکه توییتر نوشت امروز و در روز ملی اوکراین ما در سفارت آمریکا در بیروت در راستای همبستگی با ملت اوکراین ملتی که به مدت شش ماه با تجاوز رژیم روسیه دست و پنجه نرم می‌کند در کنار مردم این کشور می‌ایستیم سفارت آمریکا با استفاده از پرچم کشور لبنان روسیه را به از بین بردن امنیت غذایی در جهان متهم کرد و نوشت جنگ که روسیه آن را در اوکراین انتخاب می‌کند تنها یک بحران اروپایی نیست بلکه میلیون ها نفر در سراسر سر جهان از جمله ملت لبنان با نبود روزافزون امنیت غذایی به علت این تهاجم مواجه هستند در ادامه این پیام آمده است لبنان برای تامین 81 درصد از واردات گندم خود متکی به اوکراین است و رفتار روسیه به منزله سرقت مستقیم از اموال لبنانی هاست. سفارت روسیه در بیروت یک روز بعد در واکنش به این پیام نوشت دستگاه دیپلماسی آمریکا در بیروت تصمیم گرفته است پرچم یک کشور دیگر را مصادره کند و به نظر می رسد که آنها دقت ندارند که این کار دست کم در قبال کشوری که میزبان آنهاست محترمانه نیست سفارت روسیه اضافه کرد با این وجود هیچ چیز جدیدی رخ نداده است آمریکایی ها از چه زمانی نگران وضعیت کشورهای دیگر بودند و نه منافع خودشان پس از آغاز جنگ در اوکراین روابط روسیه و آمریکا به شدت تیره شده است واشنگتن به اعمال تحریم های شدید علیه مسکو و ارائه انواع کمک های تسلیحاتی اقتصادی اطلاعاتی به کیف دست زده و این موضوع بر شدت تنش ها افسوده است. ممنون که تا پایان با ما همراه بودید. جهت آگاهی از مهمترین رویدادهای ایران و جهان، کانال ما رو در زیر همین ویدیو سابسکرایب و زنگوله اونو فعال کنید. وقتتون خوش و خدا نگهدار.